الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه الآية صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم سنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين الحديث أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خدمة سروران عزيز و بزرگوار بينندگان شبكية جهانية و صالحق و علاقمندان برنامية شما را در برنامه الگوهای هدایت خوش آمدید می گویم بحث ما پیرامون وسایای سیدنا ابو بکر صدیق هست که بسیار نکات مهم و ارزشمند که وصیت فرمودن وصیت کردن به کارگزاران و سربازان راه حق در جلسه گذشته پیرامون چهار وصیت که ارتباط به پست ها و منصب ها و ارتباط به تقوا و خدا ترسی ارتباط به پرهیز از تعصب قوم و قوم گرایی و ارتباط به این که شعار کم باشه و عمل زیاد اشاره مختصر نمودیم پنجم از وصایای سیدنا ابوبکر صدیق میفرمایند اگر مسئولان شایسته باشند و به رفع عیوب و کاستی های خود بپردازند نتیجه چی می شود؟ سبب اصلاح و بهبود عمل کرده مردم می شود. یعنی مسئولین وقت کنار همدیگر قرار می گیرند وزرا وقتی کنار هم دیگر می نشینند وقتی رئیس جمهور در جمع وزرا می نشیند وقتی وزرا در جمع والیان می نشینند والیان در جمع بالاخره ولسوالان می نشینند وقتی مسئولین کنار هم دیگر قرار می گیرند سیدنا ابوبکر صدیق می فرمایند که با اصلاح عیوب هم دیگر بپردازی همدیگر هم دیگر را بگویید وزیر باید به وزیر دیگر بگوید که برادر عزیزم تو فلان مشکل رو داری مشکل خود را حل بکن تا زمانی که امت اسلامی به این توصیه ها عمل می کردن سرفرازی و سربلندی نصیب امت اسلامی بود از زمانی که امت اسلامی و بزرگان دین یعنی احکام قرآن احادیث رسول صلی الله علیه و و اقوال اصحاب رسول الله صلی الله علیه و که در صدر اصحاب خلفای راشدین و در صدر خلفای راشدین سیدنا و بکر صدیق هستن هنگامی که اینها را فراموش کردن خب به مشکلات گرفتار شدن خیلی نکته مهم است اگر مسئولان شایسته باشند مهمه اگر شایسته باشند وقتی عیوب هم دیگر را نگن هم را متوجه نشن پس شایسته لیاقت و شایستگی وزارت و ولایت و وکالت و الی الخره اینا رو ندارن. بس بنااً این إيه وصیت سیدنا ابوبکر صدیق هست که باید مسئولین او یوب هم دیگه بر چی؟ اگر مسئولین اصلاح شدن امتی اسلامیش اصلاح می شود. در شهری و در منطقه و قریه‌ای که مسئولش اصلاح بود کل منطقه اصلاح است. کل منطقه اصلاح است. مملکاتی که رئیس جمهور عادلی داشت دلسوزی داشت با تقوای داشت مملکت آرام هست در مملکتی که عدالت نباشه در مملکتی که عوض عدالت خیانت باشه مسئولی که عادل نباشه خائن باشه خب چیز واضح و مسلم است که در اطرافش خیانتکارا جمع میشن و ملت و حکمت و نظام را همه به هم میریزانن و امت اسلامی به به بیرانی و به غم و اندوه میکشانن به این که مسئولین عیوب هم دیگر بگن به خاطر که اصلاح مسئولین اصلاح جامعه هست به این است که میگن اگر میخواهید به حق همه کشور دعا کنید به حق همه جامعه دعا کنید به حق رئیس جمهور دعا کن که رئیس جمهور هر کشور و هر نظام وقت اصلاح شد و خوب شد متباقی همه به شایستگی میرن همه به زیبایی روان میشن شیشم سید ابوبکر صدیق میفرماین نمازهایتان را در وقت نمازهایتان را درست و کامل ادا نمایید چرا سید ابوبکر صدیق بیشتر تاکیدشان بر نماز بود اهمیت نماز جایگاه نماز نماز هست که مشکلات را حل میکنه نماز هست که فتح و زفر و پیروزی میاره نماز هست که انسان را غالب میکنه بر دشمن اولا بر نفس و شیطان و بعد بر دشمن که در مقابل انسان قرار داره نماز هست که گفته شده این تنها عن الفحشای والمنکر نماز هست که به تعبیر یکی از عرفا که میفرماید نقش معکوسی نگین از سجده میگردد درست سرنوشت واژگون را راست میسازد نماز نماز خیلی مهم عزیزان سید ابوبکر صدیق رضی الله عنه اشاره میکنن و میفرماین که نمازهایتان را درست و کامل در وقتش ادا نمایید که مشکلاتتان را حل میکنه استعینوا بالصبر والصلاه با مشکل خوردید نماز بخوان استعانت و کمک از الله سبحانه و تعالی بخوا نماز هست که تو همه را پشت سر میگذاری و میگی الله اکبر خدا بزرگ است الله بزرگ است پس این توصیه های سیدین ابو صدیق که توصیه میکنن نه تنها اینها را برای سربازان و برای مسئولینی که زیر دست بودن تنها نگفتن این وسایا تا به قام قیامت برای تمام امت اسلامی هر انسانی که میخواهد به فوز و فلاح و رستگاری برسد باید وصایای این بزرگان خصوصا سیدنا ابوبکر بکر صدیق را باید متوجه شود مطالعه کند تحقیق کند تا این که از منجلاب و بدبختی نجات پیدا کند هفتم سیدنا ابوبکر بکر صدیق میفرمایند، استقبال محترمانه از قاصدان دشمن از اینه داشته باشید از طرف دشمن قاصدی میاره نامه میاره پیکی میاره خبری میاره بالاخره یعنی سفیر دشمن وقتی میایه از ای استقبال درستی داشته باشید ظلم نکنید احترام داشته باشید و خلاصه تا اینکه به ارزش های اسلامی دشمن پی ببره ببینید این سیاست و این درایت و این فکر که سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه دارن که وقتی که نماینده دشمن می آیه قاصدی از طرف دشمن می آیه پیکی از طرف دشمن می آیه و بالاخره شما متوجه باشید که او را آزار ندهید بر که آزار نمی دهید متوجه باشید که احترامش را درست و صحیح داشته باشید تا اینکه او ارزش های اسلامی را بفهمه و ارزش های اسلامی را بدانه این از وسایا و توصیه سیدنا ابوبکر صدیق هست به هیچ عنوان سربازان رای حق نمی با او کسی که از طرف دشمن میای خبری میاره حرف داره بالاخره ای داره پیشنهاد داره او رو بگیرن و بالاخره اذیت کنن سیدنا ابو بکر صدیق میگه چنین در دین نیست چنین در اسلام نیست باید بری از او محترمانه برخورد شود هشتم از وصایای سیدنا ابو بکر صدیق اینه که میفرماین رازداری و عدم افشای اطلاعات و اصرار نظامی یکی از نکات مورد تأکیدشن تأکید هست خیلی نکته مهم رازداری و عدم افشای اطلاعات و اسرا و اسرار نظامی یکی از نکات مورد تأکید سیدنا و بکر صدیق بود کسانی که مسئولن و امت اسلامی باید متوجه باشند که راز را افشا نکنن اطلاعات را به دشمن ندن باید بدانن که دشمن به جستجوی اینه که راز مسلمان ها کشف کنه امروز متاسفانه متاسفانه چقدر دشمنان اسلام آمدن بین امت اسلامی با نام های مختلف با اشکال مختلف به نام های مؤسسات گوناگون اینا چی وظیفه دارن؟ اینها کلا اطلاعات امت اسلامی دید. کشف میکنن و به دست میارن و او سبک و سنگینی و امت اسلامیر مطالعه میکنن و تحقیق میکنن و چی بسا مسلمان های بدبخت از خدا بی خبری هم با اونا همکاری کاری میکنن اطلاع میدن اینجا مسلمان ها این چنین ضعف دارن اینجا مسلمان ها چنین قوت دارن اینجا مسلمان ها چنین گنج دارن اینجا مسلمان ها چنین بالاخره کل اسرار مسلمان ها انسان های بدبخت و شقی برای دشمن امروز افشا میکنن و چون دشمن از همه چیز امت اسلامی امروز که واقف شده از کجا می دانه؟ از اثر همین بعضی از مؤسسات و برنامه است که بین امتی اسلامی اینا به خاطر چیست؟ به خاطر کشف اطلاعات و اسرار امتی اسلامی سید نو بکر صدیق تأکید میکنن از جمله موضوعات و نکاتی که مورد تأکید سید ابو بکر صدیق بود این بود که رازداری و عدم افشای اطلاعات و اسرار نظامی راز مسلمان ها باید افشا نشه اسرار مسلمان ها باید پیش خود مسلمان ها باشه باید دشمن نفهمه و ندانه خصوصا در بین مسئولین در بین سربازان رای حق در بین لشکر و صفوف امت اسلامی دشمن باید ندانه و نفهمه که سرباز از کجا آمد کجا رفت و بالاخره ما امروز متاسفانه متاسفانه سرنوشت سربازان امت اسلامی امروز دشمن رقم میزنه امروز لشکرهای امت اسلامی و سربازان امت اسلامی امروز دشمن متاسفانه و بسیاری از جا تمویل میکنه اینجاست که بدبختی امت اسلامی شده پس باید که این صدا و این ندا به گوش مسئولین رسید به گوش اونهایی که فریاد میزنن که ما ابو بکر صدیق را دوست داریم سید ما هست مولای ما هست گوش کنن که سیدنا ابو بکر صدیق چی می فرماید؟ می گوید راز خود را راز خود را و اطلاعاتی که دارید اسرار خود را به کس نگویید انشالله متباقی وصایای سیدنا نو بکر صدیق ادامه وصایای سید نو بکر صدیق بعد از یک میان برنامه انشاءالله در خدمت انصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول إذ يقول, الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله يقول لصاحبه اگر پیام بر را یاری نکنی در حقیقت الله او را یاری کرد آنگاه که کافران در حالی که یکی از دو تن بود از مکه بیرونش کردند هنگامی که آن دو یعنی رسول الله و ابو بکر صدیق در غار بودند آنگاه که پیامبر خطاب به رفیقش ابو بکر می فرمود اندوهگین مباش بی گمان الله با ماست درود و سلام بر ابو بکر صدیق یار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سفر سرنوشت ساز هجرت مجددا خدمت همه عزیزان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته قبل از میان برنامه ارتباط به وصایای سیدنا ابوبکر صدیق اشاره فرمودیم که ارتباط به مسئولان شایسته باید به عیوب همدیگر به پردازن تا اصلاح شوند و اصلاح آنها سبب اصلاح جامعه می شود وصیت دیگر که وصیت شیشون بود فرمودن نمازهایتان را درست و کامل ادا نمایید که نماز مشکلات را حل می کند هفتم استقبال محترمانه از قاصدان دشمن تا اینکه دشمن به ارزشهای های اسلامی پی ببرد هشتم رازداری و عدم افشای اطلاعات و اسرار نظامی یکی از نکات مورد تأکید حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بود

میفرمایند انسان فرزانه با دیگرگونی اوزا دست پاچه نمی شود خیلی مسئله مهمی. مانند کوه ثابت است انسان فرزانه وقت مسائب و مشکلات سر راهش آماد دست و پاچه نمی شود پریشان نمی شود حراسان نمی شود سر راه امت اسلامی سر راه سربازان راه حق مشکلات میآید دشمن هست دشمن در کمین بوده در کمین هست در کمین خواهد بود از صدر اسلام حق و باطل با همدیگر مبارزه کردن مبارزه می کنن و مبارزه خواهند کرد تا به قام قیامت پس وقتی که مشکلات سر راه سربازان راه حق بیایه و او انسان های فرزانه دست پاچه نمی شود این درس برای مسئولین هست برای سربازان راه حق هست برای داعیان الله هست و مجردی که مشکلات آمد نباید دست پاچه شد نباید همه چیز را فراموش کرد نباید وحشت زده شد پس این خیلی نکته مهم است اشاره میکنه انسان فرزانه انسان فرزانه کیست کسیه که با دیگرگونی های با دیگرگونی اوزا دست و پاچه نمی شود پس خصوصا در شرایط امروزی این توصیه برای داعیان الی الله است اگر کسی به خاطر دین الله سبحانه و تعالی اسیر می شود تبعید می شود به زندان می افتد و بالاخره مشکلات گوناگونی سر راهش می آید هیچ وضعیت خور از دست نمیدهد چون میداند که در هر جایی که باشد الله سبحانه و تعالی با اوست چون خداوند با انسان های مؤمن، انسان های متقی، انسان های پریزگار انسانی که با خدا ارتباط داشته باشه هیچ وقت پریشان نمی شود الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که از جمله این انسان های فرزانه باشیم که در وقتی که مصیبتی و مشکلاتی و دیگرگونی پیش می آید ما دست و پاچه نشویم با مثل کوه ثابت قدم باشیم در راه دین در راه اسلام در راه پخش و نشر اعلای کلمت الله خلاص روان باشیم که ثابت بکنیم که واقعا ما در مکتب سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه درس خواندیم دهم ده از جمله وصایای سید ابوبکر صدیق اشاره کر... اشاره می مشورت در کارها با اهل خرد هر کاری که دارید مشوره کنید قرآن می‌فرماید و شاورهم فی الامر و امر شورا بینهم رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید در کاری که استخاره بشه و مشوره بشه به او کار ندامت و پشیمانی نیست سیدنا ابو بکر صدیق می فرماین مشوره در کارها ولی با کی؟ با اهل خرد اونهایی که اهل مشوره هن اونهایی که میدانند، دانن اونهایی که متوجه هستن پس در کوشش کنید در بسیاری از کارها مشوره باشه متاسفانه متاسفانه امروز امت اسلامی مشوره خیلی کم داره و اگر مشوره هم داره با اهل خرد نیست بسیاری از رئیس جمهورهای امروزی که دوچار مشکل شدن و ملتها را به بحران کشاندن چون مشاور درست و صحیح ندارند، خیلی از رئیس جمهورها هستند، افراد رو به اطراف خود جمع کردن که اونها لیاقت و شایستگی مشوره دادن را ندارن فلانی به صفت مشاور فلانی به صفت مشاور فلانی به صفت مشاور نه فکر اسلامی داره نه اندیشه اسلامی داره ای مشاور میشه در چی مشوره بده در عرصه اقتصاد تخصص نداره که مشوره بده در عرصه دین معلومات نداره که مشوره بده در عرصه جامعه بین جامعه نبوده که درد و بالاخره مشکلات جامعه رو بفهمه مشوره بده او ایده مسلمان هم که به صفت مشاور قرار گرفتن معدود و اندک میرم در حاشیه کنار کسی حرف اونها رو نمیشنوه این مشکل امتی اسلامی شده سیدین ابوبکر بکر صدیق می شما مشوره کنید و در کارها مشوره داشته باشید با اهل خرد با اهل خرد اونایی که دارای عقلن، دانشن، فکرن، فراستن با اونها مشوره کنید، از اونها مشوره بگیرید در کارها و بالاخره هر کس نظر به تخصصش باید که انسان متخصص انسان متقی و متدین در کنار تخصص تدین لازمه امروزه که ما مشکلات دوچار امت اسلامی مشکلات دوچار امت اسلامی شده چون متخصص ما متدین نیه و عکس این قضیه متاسفانه هم متدین ما متخصص نیه مشکلات امت اسلامی در صدر اسلام مسلمان ها در همون راهی که روان بودن متخصص بودن و متدین بودن الله سبحانه تعالی اونا کمک میکرد الله سبحانه تعالی حامی و پشتیبان اونها بود پس سیدنا و بکر صدیق ای وسیعت دارن برای کارگزاران و برای سربازان رای حق و برای مسئولین و برای آنهایی که در بین جامعه خلاصه به عنوان مسئول به عنوان زعیم به عنوان والی و قمندان و بالاخره هر وظیفه که هست قرار گرفتن می مشورت کنید و همچنین با کی با اهل خرد اونهایی که اهل ایمانن اهل تقواین اهل پرهیزگاریان، آنهایی که خلاصه شایستگی و لیاقت مشورت دارن یازدهم از جمله وصایای سیدنا ابوبکر بکر صدیق اینه که هر مسئولی سبحان الله اگر مسئولین ما وصایای سیدنا ابوبکر بکر صدیق وصایای بزرگان دینر مد نظر بگیرن یقینا که مسئولیت اونها به زیبایی پیش خواهد رفت و فردا به صحرای محشر هم به زیبایی جواب خواهند داد اما اگر بی توجهی کنن یقینا که ذره ذره و بالاخره از لحظه به لحظه او ساعت و ثانیه مسئولیتی که داشتن از اونها پرسان می شود می هر مسئولی باید با طبقات مختلف با طبقات مختلف مردم که در قبالشان مسئولیت دارن در قبال وقتی مسئولیت دارن نشست و برخاست داشته باشن سبحان الله بعضی از عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه که بسیاری از علما می فرماین خلیفه پنجم امت اسلامی یعنی وقت کارکردهای های زمان خلافت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز را انسان می به یاد و خاطری زمان سیدنا عمر ابن خطاب می افته. روزی سیدنا عمر بن عبدالعزیز در عرفات بودند در عرفات نگاه می نگاه می تعداد تعداد کسیری از انسانها مصروف دعا و نیایش و سیدنا عمر بن عبدالعزیز به یکی از افراد گفتند که ببین خلق خدار ببین او شخص برای سیدنا عمر ابن عبدالعزیز میگه میگه اینها را میبینید مسئولیت همه اینها به دوش توست کوچکترین مشکلی بر این جمعیت برسه خدا از تو در صحرای محشر پرسان میکنه سبحان الله که بعضی میگن که عمر ابن عبدالعزیز در اونجا شروع کردن به گریه کردن و بعضی هم از شخص دیگری این قول را ناقل کردن بنا مسئولین اشخاصی بودن در صدر اسلام و بعد از صدر اسلام تا زمان عمر ابن عبدالعزیز و بالاخره اینها شخصیت هایی بودن که مسئولیت حکومت و نظامی که بر دوش داشتن احساس می کردن. کوها اندر کوها بر شانه های آنها گذاشت گذاشته است و آنقدر احساس سختی و سنگینی می کردن، و احساس مسئولیت میکردن به پیشگاه الله سبحانه و تعالی. با اینه که سیدنا بکر صدیق می‌فرمایند هر مسئولی باید با طبقات مختلف مردم که در قبالشان مسئولیت داره نشست و برخاست داشته باشه. با فقرا بنشینه، با مساکین بنشینه، با, با اشخاص مختلف و بالاخره افکار مختلف، با طبقات مختلف، با هر کدام اینها نشست و برخاست داشته باشه. پرسان کنه وضعیت اونها تو فقیری چه کار میکنی؟ چی مسئولیت داری؟ در زمان سیدنا بکر صدیق زمان سیدنا عمر فاروق زمان خلفای راشدین نه تنها از احوال مسلمان ها که اینها واقف بودن بلکه از احوال اشخاص غیر مسلمانی که به تحت رئیت اونها قرار داشتن به تحت حکمت اونها قرار داشتن از اونها پرسان میکردن تو چی حال داری؟ با اونها هم می نشستن پس مسئول باید به با افراد قوی جامعه با افراد ضعیف جامعه با افراد فقیر جامعه با افراد غنی جامعه باید نشست و برخواست داشته باشه این توصیه سیدنا ابوبکر صدیق هست امروز که امت اسلامی خراب شده ده نفر میرن نمایندگی از کل ملت میکنن پیش رئیس جمهور و پیش وزیر و پیش فلان و پیش فلان و او رئیس جمهور و او ولی و او وزیر هم پرسان نمیکنه که آیا اینها واقعیتر میگن یا خیر. پس این توصیه بسیار مهمه سیدنا ابوبکر صدیق برای مسئولین برای امت اسلامی برای سربازان رای حق که هر مسئولی باید با طبقات مختلفی که در قبالشان مسئولیت داره نشست و برخواست کنه و احوال اونها جویا بشه وقت ما رو به اخیر رسید انشاالله ادامه وسایای سیدنا ابوبکر بکر صدیق در جلسه بعدی بیان می که باید از یکا یک این وسایا ما درس بگیریم وقتی که از این وسایا ما درس گرفتیم و اینها را سر مشق زندگی خود قرار دادیم فوز و فلاح و رستگاری و تعالی و ترقی پس به سوی امت اسلامی و به سوی ما برمیگرده الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که ما وصایای این بزرگان خصوصا وصایای سیدنا و بکر صدیق سر مشق و سر لوحی زندگی خود قرار بدیم تا برنامه بعدی الله سبحانه و تعالی حافظ و نگهدار همه شما شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته